هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین. امروز با داستان کوتاه دیگری در خدمتتان هستیم. داستان آینه، گردآوری مسعود لعلی. مردی چینی یک بار به قصر پادشاه ایران رفت و گفت: من از چین آمدم و هنرمند بزرگی هستم. چنان نقاشی می‌کنم که تاکنون مانند آن را ندیده باشید. پادشاه گفت: پس آن را همینجا بکش، اما به خاطر بسپار که در دربار من نقاشان کمتر از تو نیستند و نیز نقاش‌های بسیار شگفت آوری را دیدم. نقاش چین گفت: آماده هر رقابتی هستم. بهترین نقاش دربار را برای مسابقه با او انتخاب کردند. پادشاه به نقاش خود هشدار داد که تمام استعدادت را به کار گیر و نهایت سعی خودت را بکن. آبروی سلطنت ما در کار است. متوجه باش که نباید مغلوب این غریبه شوی. شش ماه به همه نقاشان فرصت دادند. نقاش ایرانی بسیار جدی کار خود را انجام می داد. با کمک 10 یا 20 همکار دیواری را با تصاویر زیبا آراست. خبر نقاشی های او به دور دست ها هم رسید. مردم می آمدند تا کارش را نظاره کنند. اما معجزه‌ای بزرگتر از این اتفاق افتاد. نقاش چینی گفت: ابزار و موادی برای کار نمی خواهم. حتی رنگ هم لازم ندارم. اما برای یک چیز اصرار می ورزم و آن این است که تا خاتمه کار نباید پرده از روی نقاشی من برداشته شود. هر روز صبح به پشت پرده می رفت و هنگام غروب در حالی که قطراتی عرق بر پیشانی داشت کاملا خسته ظاهر می شد. دیگر اینکه هنگام رفتن به پشت پرده قلمو و رنگ با خود نمی برد و این بسیار سوال برانگیز بود. هیچ گونه آثار رنگ هم بر دستانش هم دیده نمی شد. نه لکه‌ای روی لباسش و قلمی بر دستش. پادشاه حیران بود. از خود می پرسید که آیا آن مرد احمق است؟ چگونه با چنین وضعی می توانست رقابتی وجود داشته باشد؟ اما لازم بود 6 ماه صبر کند تا زمانش برسد. پس از 6 ماه پادشاه برای دیدن تصاویر رفت. با دیدن نقاشی های صورتگر ایرانی زبانش بند آمد. تصاویر زیادی را در طول زندگیش دیده بود، اما این چنین نقاشی های ماهرانه ای را ندیده بود. سپس از نقاش چینی خواست که او نقاشی خود را نشان دهد. او پرده روی دیوار را کنار زد. با دیدن آن پادشاه بسیار شگفت زده شد. همان تصویر بود. نقاش چینی هم همان تصویر نقاش ایرانی را کشیده بود. اما یک صورت اضافی روی دیوار نقش بسته بود که بیننده احساس میکرد از عمق 7-8 متری دیوار بیرون آمده است. پرسید: این چه جادویی است؟ او جواب داد: جادویی نکردم، اما در ساختن آینه ماهر هستم. دیوار را مدت 6 ماه ساییدم و مبدل به آینه کردم. تصویری را که روی آن نظاره میکنید از آن نقاش ایرانی است که روی دیوار مقابل قرار دارد. من فقط دیوار را آینه کرده ام. او برنده مسابقه شد، زیرا تصویر نقاش ایرانی با موج و درخشش اندکی که در آینه داشت زیباتر از اصلش نمود می کرد. هنگامی که تصویر نقاش ایرانی در آینه منعکس می شد از عمق زیادی برخوردار می گشت. تصویری 3 بعدی. نقاشی ایرانی 2 بعد داشت و بدون عمق، اما تصویر نقاش چینی 3 بعدی بود. پادشاه از نقاش چینی پرسید: چرا ابتدا نگفتی که فقط آینه می سازی؟ نقاش چینی جواب داد: از زمانی که خود را در آینه ساختم و دنیا را در آن دیدم فقط آینه می سازم.
همانطور که با ساییدن مداوم این دیوار را مبدل به آینه کردم، خود را نیز آینه کردم. خالص مانند بلور، با نگاه مداوم بر خودم، و حالا من تصویر زیبایی را که در آن می‌بینم هرگز در عمرم ندیده‌ام. روزی که دنیا را در خود دیدم و درک کردم، خود نیز مانند آینه شدم و تمام جانداران و غیر جانداران عالم در من نفوذ کردند. ما روزی قادریم خداوند را ببینیم که قلبمان مانند آینه شود. آن وقت تمام عالم به درون ما می رود و همه عالم نیز برای من آینه می شود. بعد قادریم که هر لحظه و هر جا خود را مشاهده کنیم. اما تمام دنیا نمی تواند آینه شود، بلکه فقط ما می توانیم آینه شویم، به این دلیل که جستجوگر حقیقت با آینه ساختن خیش شروع می کند. ممنون که در کانال هدهد با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. هدهد برای شما سخن می گوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین.